به نام خدا. درود نثار گل روی شما، امیدوارم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشید. شما بیننده هستید برنامه رنگ زندگی با من سالار. امروز بخیر، من مهمان خود هستم و امروز قرار است که یک غذای بسیار خوب با مزه براتون تیار بکنم، غذایی که شاید تا هنوز نخورده باشید، رفتار نکرده باشید و یا شاید تا هنوز نشنیده باشید که این غذا چگونه غذا است. امروز بخیر، قرار است که من براتون شوربای استوان پخته کنم. بله، کاملا درست شد. امروز بخیر من میرم در یکی از باغهای گل و بادام و خودم به دستای خودم براتون شوربای استوان پختم. پس برنامه رو تو خط بی‌نظر باشیم. من آمدیم در اینجا کمه که ترکاری چیزایی که نیاز برای پخته کردن شوربای استوان خریداری میکنم. باز بخیر داشت تا استوان میریم به طرف باغ و امروز مهمان ما هستین و بیاین امروز دستپخت ما را نوش جان بکنیم. خب، چیزایی که من نیاز دارم از اینجا خریداری میکنم، البته رومی و بادرنگ و یک مقدار ترکاری. باز بخیر خریدم، میریم به باغ و شوربای استوان پخته میکنیم. کجاست صاحب زمین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب جان؟ تانجور قراری است؟ رومی یک کیلو چند که رفیق؟ رومی 60 روپیه. 60 روپیه خطه خب برام بتیار رومی بگیرم. خب، یک کیلو رومی نیاز است، ما باید از اینجا بخرم. رومی رو برای ما قیمت بگه، خیر از دیگه چطور کنیم؟ یک کیلو شده باشه؟ خب یک کیلو رومی گرفتم و حال دیگه کمه که نیاز است که باید ترکاری هم بگیرم. خب بادرنگ کیلو چند که رفیق؟ بچه شو قیمت فروشی نقد دیگه نه؟ نقد ثابت هست. خب من یک ذره بادرنگ به خاطر ترکاری بگیرم دیگه. یک کار میکنم، تمام ترکاری خود اجا میگم، باز خود برام حساب کنم. درست است؟ انشالله باز میفهمی خواهد پیش گذر بعد نمیشه، همون قدر بس است. از یک تا بگیرم دو دانه. خب دو دانه از این گرفتیم. خب دو دانه نارنج گرفتیم و یک کمه که هم تراتیزک. خب دو دانه گشنیج کفایت میکنه اگر اشتباه نکنم، به خاطر یک کمه که طعم غذای ما رو تغییر بده. و ترکاری هم 5 تا شد، پیدا گشنیج یه هم 6 و یه هم 7 دانه. چیز شما بگیرین خیلی؟ پیش پیاز یک دو دانه یکم نعنا. خب از این طرف اشتیا داری چطور؟ پیاز کچالو این طرف نید این از یه نکسی دو نگه میگیریم بس میکنه. خب ترکاری ما خریده شد، رومی هم گرفتیم و سیر دارین؟ سیر یک دو قطعه یک سیر هم برام بتی لطف مهربانی کرده. یک دو قطعه بودی بس میکنم های خیر ببینید. این حالا برای من حساب کن که در رومی و ترکاری چقدر شد. مقصد around 4 place. خب مرچ تازه؟ مرچ برای بشنیم مرچ. دوستان گیر سرپه؟ یعنی که دوستان رو بریم. خب خیلی دوستان باشه مشکل نیم. قربانتون بخیر و سلامت باشه. شکر. یا باش باید مایده بود، مایده دارم چین و خودت را جنجال بسازم. خیر باشه، شکر، زنده باشه. اگر امروز مهمان رو میشه شوربای استوان باید تیار کرده میتونه مقصد سلامت، زنده باشه، ما دیگه نمیجه بقید سری کار هستیم قربانت، با کار بارد برکت باشه، مرشک ما رو بده که ما بریم بخیر دیگه. شکر، زنده باشه. بایس مرشد خود گرفتی یا نه؟ بس هست؟ آه بس.
یک برنامه یک دارم روز بخیر من خودم میرم شروع استوگان پخته میکنم اگر میمانم میشه خود ما در خدمت قربان بخیر و سلامت باشید تلویزیون آرزو خب دوستان عزیز ما سودا را گرفتیم و حالا بخیر میریم به طرف باغ از شما دعوت میکنم امروز بین خب نان خشک باز بخیر نان خشک مان اصل چیز یادم رفت نان خشک چندی هست؟ پنجایی را چند دان هسته؟ پنجایی را نگه؟ آه شما را چهار دان یک از سه دان شما را چهار دان چند را بگیرم؟ باشت نگه ببینم که یک کمی که چندی که رفی؟ پنجایی چهار دان خود بگیر برای من یک هشت تا بود بس میکنم خیر بینه قربان سرات تشکر زنده باشه بخیر باشه خانه بود خیر ببینید و یه هم نان خشک خانگی و یه هم ترکاری و سودای ما قربانتون بخیر و سلامت باشه تشکر زنده باشه ازای بیننده ما یک فاصله دور دراز را تهی کردیم به یکی از بادام باغا رسیدیم چون فصل بادام است و ایزه بخیر قرار است یک جای خوب انتخاب بکنم به خاطر ششتن و فرش و ظرف خدا پایین میکنیم میریم یک دگدانه که وطنی جور میکنیم و بخیر انشالله استوگان پلو هم استوگان شروع و بختن شروع میکنیم موتر آمده و وسایل پایین میکنیم یک مهمان امروی خود دارم واسه بین السلام علیکم خوب هستین ساعتان خوب جان تانجور بخیر هستین انشاءالله صحتمند هستین امروز بخیر میمانم هستین و در پلوش کلمه کمک بکنیم بخیر که یک شوربای استوگان خیلی خوب با آموزه پخته کنیم قربانتون بخیر و سلامت باشین خیلی کمک که کمک شدین دیگه کلمه که نمی وسایل خدا پایان بکن شما بالش تر بگیرین و اینی هم روی توشکی ما و اینی هم یک دانه یک توشک گرفتیم بر میمانو شما بریم هم میاییم این هم هم فرش هم میگیرم و روی دیگه بخواه قسیم آقا اونم آقا قطع انتخاب کردیم بخاطر شدن چطور از جایی خوب است نه؟ سرسبز است و چقدر بوی خوب میتونه گل بادم در اینجا موقعیت هم میشینیم و هم دکچپزی میکنیم دیگه خب اول باید فرش اول بکنیم همینجا باید خیلی است قدر خاک نداره چون نم است از این طرف میگیریم یه هم فرش ما و یک توشک یک بالشت آوردیم فقط برای دو نفر دیگه و اینی هم یک دونه بالشت خب ایزا ما دیگه تو یک چند دقیقه بخیر میجر انتخاب کردیم که جای دیگدان درست کنیم و کار را شروع میکنیم نوره همراهی بکنیم حالا قسیم باش بازی بلد هستن یا نه از یک بگوین خب چی پخته کنیم میتونی چی پخته کنیم تو هنوز شربا خب بهترین چیز هست دیگه خب
بله آقا بهترین چیز خشم اونجا جای دگدون برام درست بکنین من رفته دیگه وسایل گرفته بیایم درست است نیم اصد ما دیگه بخار داریم یک چند تا چوب خشک از درخت خط کردیم، عرق کردیم دیگه حالا فعلا امروی قاسم جان باید بندازی دیگه دگدان خود جورش کنیم دگدان ما کمه که خورد است و این شوربایی که امروی دگدان پخته میشه باز مزهش خوبتر میاد دیگه نسبت به گاز و به برق شمایی که بیننده هستین برنامه رنگ زندگی را همه چیز به خیر آماده است چوب میده شد استخوان ما ترکاری و پیاز و رومی همه چیز و دگدان هم تیار کردیم چوب میده کردیم حالا بیاین دیگه با ما شریک شوین پیاز و رومی را به خیر ریزه میکنیم و شروع به پختن استخوان شوربا میکنیم به خیر دوستان عزیز مواد لازم برای استخوان شوربا امروز ما بسیار کمی که گوشت گرفتیم خیلی زیاد نه یک کیلو رومی و تقریبا یک کیلو پیاز دو غازه سیر کمی گشنیز و مرچ تازه میگن که اما تو خب خب شطور دودی نمیشه بین کار سعی دیگه دست آسینه برد بزنیم و امروز قاسم جان امروی ما کمک میکنه که از ما به خاطر پختن شوربای استخوان قربانتان ولی من نفهمم که من خلیف هستم یا شما نه شما خلیف هستم ما شاگرد هستم خواهش میکنم امروز یک کلانکاری کردیم و دوستو گفتیم باش که شوربای استخوان براتون پخته کنیم براتون یاد دادیم که چطور میتونه از استخوان یک شوربا خیلی قوی با مزه تیار بکنین و خوب راستی حتما فراموش نشه یک خود دیگه نخود تیار اگر در خانه جوش میتین و باز به میل دلتان اول باید استخوان ها رو بوشیم جان و شستن جام خیلی مشکل است دیگه شسته شد پاک شد اگه هم تو تک اگه موی داخلش هست بله خوب چیز وسایلی که باید نیاز میداشتیم نداریم هیره نشستیم نه یک کمی که استرزیم خوب بنداز خستیم جان استخوانت باز شسته ندیم مشکل هم هسته نسبت به دیگه جای بس شست بس شست خوبی فقط داخل هم میمانیم و این در گوشه گرگ بانیم تا زمانی که ما خودت پیاز و بساله ریزه میکنم کمه که آقا قاسم جان سرزن میرم بوشویم دو دانه پیاز داریم و هم یک پیاز یک کیلو تقریبا میایم باشین که من کار در کجا موندم من یافتمش جالب برای ما هست که کاردی که امروز امروی خود آوردیم بسیار کلان است قسمی جان بشین سر پای هستین شما بسم الله الرحمن الرحیم امروزی میشه پیاز ریزه کنیم مجبوریت دیگه چیکار کنیم
آجان قصه نکدی مصروف چی کار هستی، کجا هستی، چی کار میگونی و هوای سرد زمستان چطور سپری شد، چی کارها کردی و کجا بودی؟ والا راستی هم ما یعنی سال دموری دیگه آمدیم دمی دیار مولانا. خب کجا بودی نوازی جان؟ ما در ترکیه بودم تقریبا اک 4-5 سال. خب شرکت های بزرگ کار میکردم. خب خب بسیار خب. باز نسبت به مشکلات ازی که فامیلی جا بود. خب تنها بودی اونجا؟ اینجا پا آمدیم پیش فامیل دیگه. والا امروز از طبیعت امروز دیگه واقعا بسیار خوب، یک طبیعت زیبا است. بخصوص دیگه فصل گل و بادام است. ای کاش کمه که هفته ها میشد باز بسیار خوب باره میکرد، با مزه میبود دیگه. بله بله، اکثریت همین دیگه در طبیعت مزهش خوب تره. یک آب و هوای به می شکل بسیار زیبا میه که کم سردتر باشه که نان واقعا مزه میده. بله. داشت پزیو چی چیزا را خوبتر بهتر پخته کرده میتونین، بلد هستین؟ من مقصد شاگردی میکنم، مقدر بلد نیستم. من یک چند زمان مسافرت کردیم، به مو خاطر است کمک کمی که بلد هستم. و امروز دیگه یک کلانکاری کردم، باشتم برای دوست هایز یک شوربای استوگان پخته کنم. شاید کمتر خورده باشن، شاید کمتر شنیده باشن. من خودم هم ممکنه که دو سه بار از شوربای استفاده کردیم. شما چطور خوردیم؟ والا ما یک دو سه بار خوردیم، اما این بار رو ببینیم که دست پخت ما چطور از اینکه که طرز تهیه را که میبینم واقعا مزدار معلوم میشه. توکل به خدا، توکل به خدا، ببینیم که چی میشه. خب دوست عزیز، کل کور شدم، دیگدان روشن کردیم، کمه که هوا باید گرم کنم. خب نیاز از هوا گرم نیاز داریم، در وقت پختن دیگ باید هوا گرم بندازیم. من دیگه آتش روشن کردیم، واقعا خیلی لذت بخش است تک فضا و دیگدانک های مردم های قدیم. ای کاش می بودین که با هم یک جا دیگچه پزانی میکردیم، کمی قصه میکردیم و امچاش مهمان ما میبودین و از استوگان شوروی با مزه که برتان تیار میکنم انشالله بخیر. امیدوار هستم که با مزه باشه، با هم موشه جان میکردیم. خب به هر صورت خیر است، ما برتان یاد میتونم بخیر انشالله. بعد از این هوا گرم میشه، هر جایی که با چکر و تفریح رفتین باز راحت میتونین که از این دیگچه پزی ها استفاده بکنین و تیار بکنین. نه دیگدان ما انشالله که فعلا آیسا بین دیگه نیشه، ما دور رفتین بینه. باز نام خدا خوب است قسیم جان، کس خوب شاگردی میکنه. قبل از اینکه من بگم سیره همیشه داماله کرده. از این قسیم دکچه پزیه که کردین نکردین؟ اکثر وقت سالای پیش ما می دشت که می رفتیم، باز تقریبا ده 15 نفر یا دو سه موتر می شدیم. مجبور بودیم که از نان بازار کده باید یک چیز تیار بکنیم. آها. و همین فضایش بسیار مهم بود. بله بله. اگر ای که مزه می داد یا نمی داد، همین که ما جور می کردیم طبعا مزه می داد. بله بله بدون شک. فضایش دیگه آنقدر خوشایند بود که ما هر جمعه باید می گفتیم بریم. خب بخیر، بعد از این فصلش می رسه دیگه، رمضان بخیر سپری شد، هوا گرم میشه، باز وقت چکر میشه. باز معمولا کسایی که به خاطر چکر و تفریح میرن از گاز پیکنیک استفاده میکنن، این قسم دانچه جور نمیکنن. بله بله. ولی جالب تر است، بسیار با مزه است دیگه. بله بله. و ما پیشتر همیره میگفتیم که ما همین با پیکنیک به بسیار مشکل دیگ کنیم. خواه. ولی این به این سیستم نمیشد. ولی مزه خاص خود دار است. این با جنجالش هم زیاد است دیگه. بله. اینه ما تقریبا کل کور شدیم. خب بازه بلنده آب ما گرم شد و فعلا دیگه گذاشتیم روی آتش و بخیر ما برتان یاد میتونم که اول باید
ما و شما چی میکنیم؟ پیاز هم اندازیم که داخلش یک غوزه سیر هم مکمل انداختیم. و تقریبش که پیاز انداختیم باید این مولانگو رو در پایین میندازیم، چون مولانگو معمولا زیاد روغن میداشته باشه، بسیار خوب است. و امیدوار هستم که در دیگه ما یه جای شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و یک چند تا دیگه گوشت هم گرفتم اضافه. خب باز طعم دیگه ما رو خوبتر میسازه. این و مقدار نیاز باید کمکی نمک هم اضافه بکنیم. دقیق من نمیفهم، امیدوار هستم که از پیشم شور نشه دیگه. دیگه خیلی روز اگر کم نمک شد باز میشه که راحت آدم بدون زیاد نمک استفاده بکنه. دیگه حال قرار است کمک گشنیز هم رو یک 3-4 دوتا، البته 3-4 دانه مرچ باز بخیر به تعقیبش. خب مرچ ها دیگه هم تو زنده بندازیم. خوب است. آها خب یار دیگه ما هم تو دیخانی گفتیم براتون اضافه می کنیم. هم تو دیخانی دیگه، چون آشپزی دیخانی است باید همه چیز دیخانی باشه. و بعد تعقیبش رومی هر قدر زیادتر بندوز اما قدر خوب است، طعمش خوبتر میشه براتون. خب رومی هم انداختیم. کمی که مساله اضافه کردیم و تقریبش یک مقدار کم آب اضافه میکنیم. دسته چای بر داغ است، ما باید همراه یک چیز دیگه بگیریم که دستایم نسوزه. آجی جان نسوزیمون. خب بندازین خیلی. خب همه قدر کفایت میکنه. آل دیگه سر دیگه بسته میکنیم و هر قدری که توان داریم و باید زیرش آتش شد. دیگه امروز قرار است مستقان پخته میکنه و نیاز است که باید زیاد آتش شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیخوریم چای، بس میکنم چوب امروز. خب دوستو عزیز، حال قرار یک بار باید دیگه سرش باز بکنم من ببینم که چطور است، نرم شده، منظورم از شده نشده، آبش چقدر است و حال نیاز است که باید داخلش نخوازی که آبردیم باید اضافه بکنیم. و جا داره که تشکری کنم از آقای صاحب قسیم که خیلی همراه من کمک همکاری کرد، یعنی ترکاری تیار کرده رایستن. من فقط یک بخارش هم میکشم، یک سیف میکنم که نیاز است که باید آب اضافه بکنیم و نخورده شد. خب بیاین که سر دیگه باز بکنیم ببینیم که استخوان چوبای ما چطور است. آها نام خدا، همون تو استخوان ها مثل لیم نرم شده. این شور هم نمیخوره دیگه نی؟ خلاصه ای دیگه آماده نوش جان هست، همون تو لیم شده. Thank you.
باید بیانی که حالا کمی که نخود زهار بکنیم، نخودی که قبلا دیگه تیار شدگی بود، فقط نیاز است 5 دقیقه بیشتر نی روی آتش میمونیم، به خیر آماده است و با هم یک جا نوش جان میکنیم. مسرش بسته کنم. خب دوستای عزیز و بخار دوم، نه فقط کمی که خواستیم که امون نخود امروی خدا قرمه میک شود، فعلا نگاه آماده است و بخارش همه کشم و میکشم و جایی که تان خالی یک کاش که حضور میداشتین و عزیز تو بانسیوار که امروز مخون و دوستای خود براتان تیار کردیم داشت جار میکردیم، ولی خوشبختانه خوشبختانه یک چند مهمانی که خالی خیلی خوب داشتن حضور پیدا کردن کنار ما ششتن آواده هستن مهمان ها دیگر با هم میرید ما چجام میکنم و بین شما هم بیدیم که امروز استوان شروبای ما چطور آمده همی که بخیر بخارش برآمد و کاسد بیدون میشه و نشتران میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا، نام خدا، شما خودتون میبینین که همین خود استوانم مثل گوشت همه تو نرم ملایم شده. این هم خیلی من میکشم و با هم یک جا نوشجار میکنیم. خب بینداری خوب عزیز ما، اولا خب من ممنون رو خوش آمدید میمیسه زیاد خوش آمدین و تالیتان که امروز خوب وقت سر خوردین و شوربای استوان داشتیم، انشالله که بخیر از خوردنش لذت برین، کیف بکنین. خب منتظر نمیشین دیگه، نوش جان میکنیم. بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بگیر میگیم. خب دوستای عزیز، دور از زلکتان، امروز براتون آشپزی کردم و طرز تهیه آماده کردن استوان شوربا رو براتون یاد دادم و بعد از خوردن یک شوربای چرب یک گلاس چای تلخ هم نیاز است. این بود برنامه رنگ زندگی امروز که تقدیمتون شد. تا برنامه دیدار بعد که بازم انشالله و رحمان، اگرچه وقت بسیار کم داریم چون ماه برکه رمضان آمدنی است، اگر فرصت بود حتما برنامه های خوب براتون آماده میکنم. تا دیدار بعد، پناهتان و خدا.